یه چیز شد، کدو حلوایی پخته. خب بریم. جمیله عزیز، جمیله امروز چند تا مشتری داشتی؟ امروز 3 تا داشتم، بعد یکم خواستم بیارم که شما گفتید 12 لایو، دیگه کنسلش کردم. بینش خب امروز 3 تا چقدر شد؟ 5. 5 میلیون تو کار کردی، یعنی دکتراش هم 5 میلیون کار نمی کنن. چرا به خودت نمیرسی؟ نمیدونم، نه جدی، باور میکنی چرا نمیدونم، من؟ همه سوالشون همینه، تو چرا به خودت نمیرسی، تو چرا اینجوری نمیکنی، نمیدونم. یعنی اگه مثلا موی ببین، لنگ کنی، یکم ابروهاتو دارک کنی، یک روجی بزنی، یه بینی، صورتت که پره ماشاءالله، مثلا یه موژه‌ای نیدم، یه سایه بزنی، یک ریمل بزنی، روج قشنگ بزنی، همیشه ساده مردونه بودی. نمیدونم. و الان فکر کنم مثلا 2 هفته پیش من عروسی دعوت بودم، برای یه شب عروسی رفتم نزدیک 12 تومن لباس خریدم، همون شب پوشیدم اومدم خونه گذاشتم تو کن. یعنی تو لباسات از خودت گرونترن؟ ببین خودم هم نمیدونم چرا، آدی هم سوالشون اینه از من، تو چرا به خودت نمیرسی، تو چرا اینقدر نمیدونم، حرفای جالبی میزنن، چرا اینجوری، چرا اونجوری، ولی خب واقعا هم نمیدونم چرا، دوست نمیدونم. ندارم، نمیدونم. ولی خب بازم از شرایطی که داری راضی هستی و خیلی مشتری هم خیلی خوب داری نسبت، فکر کنم یعنی مشتری تو بیشتر از منه، منی که اینقدر دارم تلاش میکنم که مثلا روز به روز بهتر شم، موی رنگ کنم، ژلی بزنم، یه چشی، ابروی، هر کاری میکنم که بهتر به نظر برسم، انگار ولی مشتریای تو بیشتر از منه، با اینکه مثلا تو یه آدم بسیار ساده ای هستی. مال تو خب کیفیتشون بهتره. نه فرق نمیکنه دیگه، مگه خب کیسایی که تو میخوریم خوبه دیگه؟ چیه مثلا اینایی که تو الان 3 نفر کردن کباب نبودن؟ خوب بودن، کباب خوب بودن، کبابم نبودن ولی خوب، ولی بعدم نبودن. آره. بعدم بعد آب اومد؟ نه در این حد نبودن که خودم مخالی کنم، من چه خوب باشن چه بد باشن آبم میاد. من نه، من اگه بیارم پد پد میشم. نه دو سال من پیش، برعکس، دو سال من پیش اون برعکس خونه قبلی اگه یادت باشه، تو یه روز دو بار یا 3 بار فکر میکنم خودم رو خالی کردم. ببین یه هفته افتادم اینجوری 4 دست و پا میرفتم داشتی میمدم. نمیتونم. من روزی تالا شده 4 و 5 بارم خودم رو خالی کردم، یعنی 5 تا مشتری اومده با 5 تایش آبم اومده. نه خانم من نمیتونم، من هیکلم گنده است درشت، هرکی منو میبینه میگه تو اندازه یه فیل زور داری، ولی خب از تو خالی هم پفکی هم پف همش. خب میریم سمت ملکه. ملکه اون شب، میگم ملکه، ملکه اون شبی که رفتی شما تا صبح بیدار بودی؟ تا صبح نه، ولی تا ساعته 3-4 فکر کنم بیدار بود. خب خوشگل کنی تو 3 که لایو من بودی. 3 دیگه 4 دقیق ساعت رو نگاه نکنم، ولی فکر کنم 1 ساعت و نیم بعدش بیدار بودی. بعد خوابه بود. خوش گذشت، لذت بردی، طرف کباب بود؟ طرف خوب بود، کباب بودنش بیشتر میدید تو چی بود؟ آره اینجور خیلی خوش اخلاق بود، خیلی مهربون بود، مهربون خوش اخلاق، بعد برخوردش خیلی با من عالی بود. مثلا موقعی که میخواستیم شام بخوریم مثلا خود همه کار رو انجام داد، قاشق آورد، مثلا ظرفا رو چید، فلان کرد، نمیذاش من کار بکنم و برام خیلی بهم خوش گذشت. داره جاتون خالی. چیزش رابطه چطور بود؟ رابطه به اون صورت که ما نداشتیم، چون قرار نبود که با هم رل بزنیم، میخواستیم فقط با هم آشنا بشیم. خب در حد اون رابطه که مد نظرتونه نبود. دیدی که 2 تا اتاق داشت، من رو تخت آبی خوابیدم، ایشون رو تخت خاکستری، اتاقامون جدا بود. الان دختر 14 سالش هم اینقدر ناز نمی کنه خانم، تو که لاپات کیر داری، زن و بچه و نوم داری. نازم زیاد خواهر جان، ناز دارم، ناز دارم. ها
خب حالا شاید نتونی محدودیت داری بگی، فقط میخوام ببینم خوب بود، راضی بودی یا نه، همین رو میخوام بدونم. خیلی خوب بود آریان جون، از اون روز هم مرتب داره بهم زنگ میزنه، دایرکت میده، امروز هم بهم زنگ زد، نیم ساعتی با هم حرف میزدیم. آره خیلی مهربونه، خیلی پسر خوبیه. به نظر من تو همون تو ایران هیچ وقت بمون، چون الان تو ایرانی خیلی نمیتونی راحت صحبت کنی، اگه فردا یه کشور دیگه بری تو همه رو زخمی میکنی، اصلا برات مهم نیست که بک‌گراندت چیه. شک نکن آریان، اگه دو تا کوچه اونورتر شما نبودم مثلا نمیذاشتم یه مشتری باید در کوچه تو برسه، همه رو میکشیدم به این بادم. نوشه جان، خب فرشه چرا مریض شدی؟ فریود. من نمیدونم، باشگاه گرفتم، نمیدونم از بچه ها گرفتم، ولی الان خیلی بهترم خدا رو شکر، الان دیگه روز چهارمه دیگه خیلی بهترم. بعد اون روز که دیدم مریض بودی، یه آقایی کنارت بود ماساژت میداد و کاراتو میکرد، کی بود؟ دوست پسر جدیدمه. همین که باش کات کرده بودی یا نه جدید؟ نه به خاطر همین با قبلی کات کردم. به خاطر این چجوری، یکم مشخصاتشو بگو، قد، هیکل، وزن، سایز. قدش 1.87، 80 شاید هم 1.90، و اینکه بدنش هم پر و بدنساز، 30 سالشه، بعد بچه محل خودمه، داره همینجا دیگه، همین دیگه. چجوری آشنا شدید؟ تو خیابون یا تو اینستا؟ نه من لوکیشن خونم رو توی استوری زده بودم مثلا فلان محله، بعد یه ریپلای زد که من شما رو مثلا فلان خیابون ندیدم، منم بچه این محله مثلا املاکی فلان، بعد گفتم شاید شما منو دیده باشه، من نمیدونم، شما رو ندیدم، صحبت کردی با اینا و دیگه دوست شدیم با هم. آره کجا؟ تو دایرکت؟ آره تو دایرکت بهم پیام داد و بچه محل نروانیم، یعنی کلن 3 تا 4 تا کوچه فاصله مونه. خب بعد صورتش خوبه؟ آره خیلی خوشگله، واسه دایرکت میفرستم. مرسی، بفرست برام، جذاب شد. و اینکه مثلا دوستشی جواب بده، مثلا من خودم مثلا هر که چون خب خیلی شبیه مثلا به دخت، یعنی شبیه پسران نیستم، چون شبیه پسران نیستم و نمیخوام کسی منو اشتباه، چون همیشه تو زندگیم خیلی بی‌هانس بودم، یعنی راستگو بودم، صداقت چیز، یعنی پایه زندگیم با صداقت بود، حتی حقیقت تلخ با خودم کنار اومدم، هیچ وقت نمیتونم یعنی جای کسی دیگه باشم، به خاطر همین حتی دستم لاک نمیذارم که کسی فکر نکنه مثلا من دخترم، یا مثلا کیرمو میندازم بیرون، شورت نمیپوشم که یکی ببینه لاپام یه چیزیه، چون نمیخوام وقت دیگرانو بگیرم یا یه کسی به ذوقش بخوره. از مثلا 2-3 بار برام پیش اومده بود تو خیابون، فکر کردم طرف مثلا ماشین ندارم، فکر کردم طرف میخواسته به مثلا منو برسونه، گفته بیا، طرفم جلو گفتم سلام، فرار کرده به خاطر صدا، میدونی، گفته او مای گاد تو پسری، جیغ کشیده فرار کرده و خیلی روم تاثیر منفی میذاشته اینا. به خاطر همین هر قبل از اینکه کسی بهم پیام بده، قبل از یه کاری میکنم بفهمی که من پسرم. بعد تو چی؟ تو مثلا یه کسی با آشنا بشه تو خیابون یا پیام بده اصلا نشناسه، تو مجازی داری لایو میذاری یا فعالیت میکنی، چی کار میکنی؟ پاش پیش میری 2-3 جلسه میبینیش بعدن بهش میگی یا نه اولیه میگی که من اینجوریم؟ من اگر تو خیابون که خیلی کم واقعا پیش میاد، چون من زیاد تو خیابون دوست ندارم مثلا جلب توجه کنم، مثلا بگم وای این اصلا کاری ندارم، حالا این ترنس این زنه خرابه مثلا وایستاده پی شماره گرفتن و اگه حرفا خیلی حال نمی کنم. تو فضای مجازی همه کار میکنم، ولی تو خیابون روم نمیشه واقعا. ولی اگر توی خیابون یه یارو خیلی خوشم بیاد، به قول خودمون کباب باشه، شماره رو بهش میدم و همین که از هم خدافزی کردیم توی واتساپ میگم عزیزم من ترنسم، یا حالا کانکشن میزنیم یا نمیزنیم. پس تو هم مثل منی مثلا بهشون میگی؟ بله من صد میگم. خب بعد تا حالا شده به کسی نگی؟ آره خیلی. اوکی،
یه خانم صدف میگه منو بیا شیمیلم. خانم لایف هنوز آپدیت نشده 5 نفره بشه، اگه بشه حتما. خب مگه نمیبینی 4 تا قاب لایف پره دیگه، لایوهای منم 4 نفر هست ثابتن، چه 1 ساعت باشه چه 10 ساعت تا آخر هستن این 4 نفر. من از اینایی نیستم که چند تا لایف گذار بدبخت اینو بیار ویو بگیر اینو بگیر. لایف من محتوا داره، مردمیه. دهنت سرویس آری انتقام با نگیر، با مزه ای با نه دیگه. من برای لایف بگذار دیدم این خرا میارن اینو میارن ویو بگیر اینو بنداز پایین. یعنی چی؟ اینجا یه لایف مردمیه که 7-8 سال مردم با ما هستن، ما یه شبکه ایم، یه لایف میذاریم مردم لذت ببره. اینجا نیست که این بیاد این بره اون بره بره، یه چی لایوی که مردم لذت ببرن دیگه به خدا. بعد داشتم فرشته میگفتم، فرشته چرا مثلا نمیگفتی؟ چی رو نمیگفتم؟ که مثلا چی، مثلا چی باعث میشد که نگی بهشون؟ آهان، اونایی که بهشون نمیگفتم، من یه بار با چند تا دوستام که اونها هم اصالتا مشهدی هن ولی همشون جراحی کردن، الان یه خانومن، باهاشون رفته بودم کیش و به من میگفتن فرشته ما مثلا داریم میریم طور همی یا داریم میریم برنامه جایی، خواهش میکنم مثلا نگوش ایمیلی چون ما رو میفهمن. خب و اونا خب خیلی از من درشتر بودن، من یعنی کوچولوی جمع بودم. بعد من هم فکر کن 2 روز توی با بچه ها با اون پسر ها 2 روز یه جا بودیم، استخبار و همه کار بکن سکس بکن. ولی حالا نمیدونم شما میدونی قالب چیه یا نه، من فکر کن به حالت قالب جوری سکس میکردم که یارو فکر میکردم من واژن دارم دیگه، اینو نمیتونم کنار بیام. خواهر دیگه چی جوری اون کی رو جمع میکردی قالب میکردی طرف نمیفهمه؟ این هنر دست منه و تو تهران معروفه، من به نصف مرده کیش و شما قالبی دادم. جدی میگی؟ به جون مامانم، شوخی نده. خب چی جوری مثلا کیر منو که اصلا کامیونم نمیتونه قالب کنه چون خیلی گنده است. خب نه نگاه کن، این یه چی میگم، این یه چیزیه که از بچه های قدیمی، خانم های قدیمی مثلا یاد گرفتم، از دوستای قدیمیم که لطف کردن به من یاد دادن و خیلی چیز خوبیه. زمانی که حالا نمیتونی از عقب سکس کنی یا مثلا نمیخوای کسی بفهمه تو ترنسی، بسیار بسیار حقه قشنگیه. خب بعد یه لحظه لیده، حتی من بیچاره که مثلا دوستان مثلا کیرشون و لاپاشون میذارن که بتونن مثلا شلوار تنگ بپوشن، من بیچاره اونم میکردم از پشتم میزد بیرون، من خیلی بدبختم دیگه. خب من خیلی بدبختم، من همجوری فقط نمیخوام کسی ببینه من کیر دارم، مثلا هیچ وقت نمیتونم من شلوار تنگ بپوشم چون همه چی زده بیرون، دو تا پاهم لاغره، کیرم از پاهم گنده تره. بعد که اونا میذاشتم تو شورتم میگفتن نوار بهداشتی بذار، از عقب میزد بیرون. وقتی میگفتن این چیه، یه کیر تو کونش مونده، کلا نمیتونم. همون چیز میگفت، حتی قالب کردن یکی از حقه های خانمای ترکیه است که خانمای ترکیه خیلی هاشون که حالا کارشون اینه تو پاویون و توی کارخانه کار میکنن، واقعی نمیدن، بیشترشون قالب میزنن. من دیدم این حرکتشون رو و خیلی برام جالب بود که اونا بلدن. و یکی رو شنیده بودم، یه ترنسه بود توی ترکیه، این چیز میکرد، سس میزد میذاشت روی کیرش، بعد میگفت پریودم. اینو نمیدونم. آره سس قرمز میزد میذاشت رو، با دستمال میذاشت رو کیرش. خب ببین خیلی از ترنس ها کیراشون کوچیکه، مثلا الان لیدا جمیله کیراشون 10 سانته، فقط منم اینجا کیرم درشته مثلا 27 سانته، اونم چون من ترنس نیستم. ولی خیلی بیشتر ترنس ها همشون کیراشون کوچیکه. مثلا لیدا بخواد جمع کنه خب راحت میتونه یه نوار بهداشتی بذاره، کسی نمیفهمه لپاش کیره، یا خود جمیله اینقدر گوشتیه که اصلا کیره میره تو، یه کسب زخم بزنه کیرش دیده نمیشه. نه آره. یعنی اینطوریه واقعا. بفهمید، بگو.
فرشته میخواست حرف بزنه. بفهمید فرشته. میخواستم بگم که اگه بشه فرشته بیاد، فرشته میام دایرکت خواهر بیا به من یاد بده. آخه من همینه چند تا خانما بودن میرفتن کیشو میومدن و صحبتش شد چطوری، میگفت غالب میکنی. بگفتم آقا چه جوری غالب میشه، مگه میشه؟ ما بابا حالا آریانو میگی بابا بزرگه، نمیشه. مال من که انقدر خوب بابا یارو میاد جای من، ببین منو 180 درجه باز میکنه، اصلا تا روده منو چک میکنه. این چه جوری مثلا تو میری قاله میکنی؟ کمی که دارم بگم دیگه، این یه نوع هنریه که خیلی خفن بود. من که دوستای قدیمی بهم یاد داد، یه خانم خیلی قدیمیه، دمش هم گرم، خیلی جا به دردم خورد. حالا تایمایی که حال نداشتم سکس کنم، تایمایی که نمیخواستم کسی بدون ترنسم، خیلی به نیاز من برام اولویت بود این موضوع که یاد گرفتم. دمتون گرم، شما خیلی ریسکی هستید. من همجوری هیچ کاری نکردم، همه دستم، من یه جور آدمیم که هیچ کارم نکنم آدم بده منم، بعد من بخوام مثلا قالب کنم طرف اونجا منو نابود میکنه. من همجوری کیر دارم، درد سر دارم، بعد بخوام این کیرم قالبش کنم، کون بدم بگم من دخترم. آیا جو بستگی به پسرم داره؟ هر پسری سرش کلاه نمیره. ما اینجور چیزا بوده که طرف خرج می‌خواستی به پیشونیش یه جای گره کنیم، قشنگ چی میدونسته کجا بذاره، نمیتونی سرشون کنیم. لیجا من ساعت 9 صبح 10 صبح توی ویلای شمال توی رامسر، اتاق روشن، اگه مثلا مهتابی آفتاب میزد داخل، من قالب دادم یارو نفهمید. عجیبه، وقتی بلد باشی خیلی آسونه. خیلی خوبه. بعد فرشت مثلا خیلی دوست داشتم که پروسه کاری تو بدونم چیه. یک بار تو لایو بهم گفتی من جایی نمیشینم که زیرم آب بره. خیلی میخوام بدونم مثلا یک کسی که اینقدر، یک کسی مثل تو که خب زیبا به دنیا اومده، بچه‌م اینقدر به خودش رسیده و هنوزم داره تلاش میکنه که زیباتر بشه، چه فکری تو سرش داره؟ چجوری فکر میکنه؟ مثلا من خودم شخصا که با اینکه مثلا فکر میکنم 1% از کارهای تو رو نکردم تو زندگی من نظر زیبایی، نمیتونم زیر هر کسی بخوابم. مثلا با اینکه کبابم پول میده، مثلا با اینکه کبابم پیام میده، نمیتونم رایگان بهش کم بدم. میدونی حداقل باید یک چیزی بیاره، روغن یا مثلا کاندوم یا حالا هر چیزی، یه آب معدنی، نمیدونم نونی، کیکی، هر چیزی. فکر میکنم داره یوزم میکنه، سوء استفاده میکنه. میخوام اینو از تو بپرسم، آیا من دارم اشتباه میکنم؟ راه درست رو تو به یاد بده. راه درست از نظر من، خب ببین این نظرات خیلی متفاوته. تو الان من سوال کردی، من نظرم رو میگم، حالا ممکنه بچه هم نظرشون متفاوت باشه. از نظر من اینی که من به تو گفتم من جایی نمیخوام که زیرم آب بره، خب این خیلی معنی میده. اول معنیش اینه که من همیشه دقت کرده باشی از یه رابطه که جدا میشم سریع میپرم تو رابطه بعدی. یعنی من عاشق نمیشم، من به خاطر منافع خودم سعی میکنم تو رابطه قرار بگیرم. هم یه آقایی کنارمه، کارامو انجام میده، وظایفشو انجام میده، خرج و مخارجمو میده، صفر تا صدمو اوکی میکنه. و در کنار اون توی لایو قبلی هم بهت گفتم از کسی خوشم بیاد خودم میزبانش میشم، خودم پذیرایی میکنم ازش جون و دل، ولی همیشه سعی میکنم که اون چی میگم بهش بیان کنم آخه همیشه سعی میکنم اون گران بودن خودمون یادم نره. حتی اگر خواستم کسی هم بیاد خونم، جوری برخورد میکنم که خود یاد شعورش بسه مثلا بچه کار کنه چکار نکنه. ببینید فرشته، من حرفی میزنم تو لایو، همونم تو سر دلم، یعنی توی
حرف خودمه، نمیتونم هیچ وقت فیلتر کنم. به نظر من شما میگی مثلا طرف مرد شعورش برسه، از نظر من بیشورترین آدمایی که تو زندگیم دیدم مردا هستن. مرد ذاتش بیشور و احمقه که باید یاد بگیره. ما مثل حیواناتی هستیم که خودمون اگه هیچ کی هم بالا سرمون نباشه یاد میگیریم که چجوری زندگی کنیم، و مردها صد تا معلم هم بالا سرشون باشه، صد تا پدر مادر هم باشن، بازم همون احمقی که بودن هستن. و من هیچ وقت اینو ریسک نمی کنم که یه مرد رو بیارم تو خونم و بهش بگم این شوری این بکشه که نمیدونم برای من خرجم کنه یا مثلا نمیدونم چی کنه. با دکترش هم زیرش خوابیدم، با کارگرش هم خوابیدم، دوتایشون همون چیزی که فکر میکنم، دوتا احمق، دوتا بیشور، بیشتر نبودم. به نظر ما زندگی دست ماست، ما باید اینا رو آدم کنیم. من به طرف میگم که تو باید این مقدار رو پول بدی، اولم باید بدی. اینا شعور ندارن. خب یه چیز بگم، من اصلا نه موافق آقایونم نه مخالف آقایونم، ولی خدا سرشاهده تا به حال برای من پیش نیومده یه آقا بخواد یا در من بماله یا من رو اذیت کنه یا حرکتی. با هر کسم تا الان دوست بودم، چه یه ساعته، چه ماهانه، چه سالانه. من چون طبق قوانین صیغه میکرم، هیچ موقع کسی اذیتم نکرده، کسی در من نوالیده، کسی بدی به پستم نخورده. و همیشه دوستان میگن شاید به خاطر انرژی خودتی، چون من اصلا آدمی نیستم به کسی حس بد بدم، انرژی بد بدم، سعی میکنم حس خوب رو منتقل کنم، حس خوبش رو بگیرم. درسته. یه لحظه خانم نگار نوشته، من رفتم بار. خانم نگار تو که میدونی من روی کامنت خانوما حساسم و با کلمات بای، خدا حافظ، یا این بیادبه، یا کیرو کیرای من پا بذاری، خط قرمزای منه. نگار کسی دعوتت نکرده تو لایو من کونی باشی، من تو رو بلاک میکنم که دیگه نگام نکنی و چشات اذیت نکنی. کسکش گم شو بیرون. با تشکر. خب داری میری برو دیگه، چی اطلاعیه میدی؟ خب بهتر کار منو راحت تر میکنه. من چند تا انو تو لایوم حذف کنم خیلی بهتر میشه، لایوم روز به روز داره با کیفیت تر میشه. چند تا انو پاکشون کنم. توی که مثلا میبینیم ما داریم کون میدیم، خوش میگذرونیم، مردا داره خرج میکنه، کسی کستو نمیذاره، ناراحتی؟ باید تو برو بده به اونایی که کست گذاشتن پولتو ندادن، نه برای من کونی که شوهر و داداش تو باباتو میخورم، چون حقمه. بدبخت. با مردا کار ندارم، مردا هرچی میزن وای مشکلی نیست، چون با مردا دارم کار میکنم. خب ما میریم. فرشته تو میتونی از ما شروع کنی، من زیاد صحبت کردم. خب از جمیله شروع میکنم. جمیله قبل از این که مثلا، خب من میدونم تو شرکت داری و کار میکنی، شده قبل از این که شروع کنی به ساک زدن کیر یارو چک کنی؟ چون الان انقدر که زیگیل زیاد شده دقت میکنی به شنبول یارو که آیا زیگیل داری یا نه، همجوری میکنی تای گلوت؟ اول اون که من جد اهل ساکشه نیستم، اون تعدادی هم که انجام میدم آره اول چک میکنم. چجوری چک میکنی؟ چجوری چک میکنم؟ همه دروغ میگم. کی رو چک میکنه که زیگیل داره؟ به این جلاش بگی بابا، طرف بگه من ایز دارم، میگه بذار کونم پولم رو بده. چی برشه؟ زیگیل چی رو چک میکنی؟ نیر الان کیر به دستش برسه بگه کیره، بگه با من مریضم الان، من تو بخوری میمیرم، میگه بذار بخورم بمیرم. چه سوالی فرشته از این میپرسه؟ کسی که رفت فرشته تو بیزنس کون دادن دیگه این چیزا رو نمیفهمه، دیگه چک نمیکنه کیر کی زیگیل داره، کونه کی چی داره، میکنه میره دیگه. بله چی نکنه؟ شفاهه. چک میکنی تو کیر کی زیگیل داره؟ آره. چجوری چک میکنی؟ چجوری چک میکنی که زیگیل دیگه روش مشابه نهفته که نیست، در اون کیر زده بیرون انقدر مشخصه دیگه. شما واکسن زدی؟ واکسن گاردسیل؟ منظورته گاردسیل
بله سیگاره این آره آره اوکی. خب 90% نمیگیری. 90% که تو زمینه پیشگیری از HIV ایدز و این چیزا برای بچه ها فعالیت میکنم. آره واکسنش رو زدم برای تعدادی از بچه هم این کارش رو انجام دادیم و زدیم. آره درسته. خب از آریان سوال میکنم. آریان اونجایی که خب شما زندگی میکنیم مثل ایران، بالاخره کسایی که اونجا کار میکنن هر کسی یه خونه داره و برای خودش را میندازه یا قوانین خاصی داره یا از جای خاصی مشتریات رو انتخاب میکنی؟ مشتریا که اینجایی که من هستم که خب من که خب خودم تنها زندگی میکنم، بیشتر مشتریام ثابتن، تو خیابون مشتری نمیارم، تو باشگاه محل کار خب وبسایت داره یا همجوری مثل همه اپلیکیشن ها مثلا هورنت و مثلا حالا هرچی اپلیکیشن دوستیابی اونجوری. و اینکه من تو خونه خودم کن میدم. حالا نشده تو خیابون کسی رو بیارم، چون من اصلا تو خیابون نمیرم که مثلا، فقط یه باشگاه میرم یه خرید که اونم عمر میاد میبره تموم دیگه. تو خونم کار میکنم. 90% از مشتریام ثابتن، 7-8 سالن دارن منو میکنن. و چون اینجایی که من هستم خیلی هر خیلی مثل ایران نیست که هر کسی بیاد کونه هر کسی بذاره، خیلی اینجا رعایت میکنن، خیلی ریسکی هن. یعنی اون آدمو پیدا میکنن و همیشه با اونه. مثلا من مشتریایی دارم همه بیزنسمن، وکیل، معلم، خیلی کارهای خیلی بالا با چیز خوب. حتی قبل از این که نیومدن پولشونو میدن، یه هفته قبل پولشونو میریزن، میگن مثلا ما این تایم میایم وقت ناهارمون یک ساعت وقت داریم میایم تو رو میکنیم میریم، یا صبح ساعت 6 صبح که میخوان قبل از که برن سر کار. من اینجوری کار میکنم میدونی؟ آیا جان یه دونه فیلم نگاه میکردم، یه فیلم سینمایی بود اسمش یادم نمیاد، دیکتاتور، فیلم سینمایی دیکتاتور، و زمانی که اون آقاه وارد امریکا میشه و زده که مثلا هالیوود، میگه سلام سرزمین HIV، شما این رو قبول داری؟ HIV؟ آخه خب در هر یه بار دیگه من ازم سوال پرسیده بودی، گفته بودم که هر جایی رو باید نسبت به جمعیتش نگاه کنی. در آمریکا جمعیت آمریکا 370 میلیونه. خب پس وقتی که 370 میلیون جمعیت داره نسبت به که ایران 80 میلیونه خب باید کمتر باشه. نسبت خب به چی؟ مثلا نسبت به جای کشورهای دیگه مثلا کانادا مثلا 100 میلیونه خب باید کمتر باشه. هر جایی که آدم بیشتر باشه مشکل هم بیشتره، بیماری هم بیشتره، شغل بیشتری هست، خونه بیشتره به خاطر. ولی در کل گفتن که آره مثلا بیشترین درصد همون HIV رو آمریکا داره. متشکرم. خب برم سراغ لیدا. لیدا شما زمانی که سکس میکنی اعتقاد به کاندوم داری یا نه؟ بسته که به طرف هم داره، اگه بشناسمش بدونم سالمه خب فرقی نمیکنه. خب شما شما یعنی با هر کسی میخوابی جواب آزمایشش رو چک میکنی؟ من حتی به دوست پسرم بدون کاندوم نمیدم، اینو با اعتماد به نفس میگم، چون من دوست پسرم هم میترسم. آره تو نمیدونم یه ساعت قبل من شاید بغل کس دیگه بوده باشه. آره اینا هست که بهداشت هرچی بیشتر راحت کنی بهتره. ولی خب من خیلی موقع پیش اومده، حالا تو جمع دوستام و حکی بودم صحبت می‌شدیم، میگه اصلا با کاندوم اصلا لذت نمیبریم، انگار که ببخشید دارم توی پلاستیک توی نایلون مثلا انجام میدم، اصلا دوست ندارم. دوست دارم برخورد دو تا گوشت با هم باشه، نه یه گوشت. من خودم من از تو سوال میکنم، کاری به بچه‌ها ندارم. شما بیشتر سکس هایی که کردی با کاندوم بوده یا بدون کاندوم؟ من زدم به شارژ. طبیعتا بهداشت من رعایت، اگه بخوام چیزی بشه بعد 100% بکن. خب شما الان تو خونتون چقدر کاندوم داری؟ و فرشته جون من چون که خودتون میدونید که تا با کسی کامل اوکی نشم ارتباط برقرار نمیکنم، برای همینه چون سر کار زیاد ندارم برای همین فکر میکنم در مورد فلان. چرا همیشه دور میدی الیتا؟ میگه با کاندوم سکس میکنی بیشتر یا نه؟ چرا دور میدی خودتو؟ اگر به پسر مشکوک باشم 100% با
کاندوم. ولی خب اگه مطمئن باشم که مثلا سالمه مثل خودم، خب شاید هم نه. خب اوکی، الان شما تو خودتون کاندوم داری یا نداری؟ کاندوم تموم کردم، مصرف بالاست. فکر کنم آنیا، فکر کنم همشو گرده بود شمال. گرده بود شمال. نه فریتو جون، من چند وقت پیشم یکم یکی از دوستام امداد، البته جمیله جون میدونه، بعد گرفتم، هنوز که هنوز دارم. خب چون ازش استفاده نکردم، یعنی چون برخورد نداشتم که بخواد لازم بشه بیارم. چند اونایی که خودم تو بودی هنوز. آره هنوزم هست، استفاده نکردم، یعنی چون کسی نبوده که بخواد. تاریخش میلیاره، چه فایده نداره دیگه الان بدون زور. مگه کاندوم که کاندوم تاریخ نداره؟ چرا داره؟ نه آریا جون، جسارتا کاندوم تاریخ داره و اون مایه که داخلش هست لزجه، اون خوش میشه و پاره میشه کاندوم. او من نمیدونستم، چون کاندومای من همش مثلا، من چون کاندوم مثلا من الان کشو نشون بدم پر از کاندومه، بعد اینا همش مال 5 6 ساله. آریا جون یه سوال، چون شما اوبری میپرسم، اونجا شما میتونی قرص پرپو به راحتی تهیه کنی؟ من خودم استفاده میکنم. مثلا ما اینجا یه سازمانی هست همین برات میفرستن ماهیانه، مثلا میری ریجستر میکنی، میگی مثلا میگی من گیم یا ترنسم یا مثلا دارم کون میدم، بعد ماهیانه 30 تا قرص و 30 تا کاندوم و روغن برات میدن. خب اینجا متاسفانه قرص پرپو تو نمیتونی تهیه کنی، فقط تهیه تهش اینه که بهت کاندوم بدن و قرص پرپو با سر تا خایمالی باید بگی آی واسه من ترکیه دوستم نیرمانا اونجا برام بفرسته فلان کنه. خیلی درد سر. این قرص چیه؟ قرص پرپو شما استفاده میکنی حتی با یه آدمی که بیمار هست به خوابی هم شما بیماری رو نمیگیری، حتی 1%. بابا این یاد نده، این پوستکش فردا میری میگیره به همه کون میده، بدش کن. نه این که تو گفتی مثلا ما بریم سازمانیه که اینا رو به ما میدن، خودم قرص پر منظورش همون قرصیه که برای پیشگیری از HIV مصرف میکنن، اونو منظورته؟ آره آره پپ. بذار من اینو سوال کنم ببینم اگر جایی شد خبرش رو بهت میدم، اون تهران بتونی بری. این دارو خیلی گرونه و تو ایران به راحتی تو دسترس هیچ عوامی نیست و من خودم اینو مثلا حالا دیگه خیلی از یارو خوشم بیاد فلان، 30 تا جون است داخل هر باکسش، اونو مثلا دوستم برام میفرسته، اونم با 100 تا جنگ و فنگ و جفنگ و. خب نه اینو که من دارم میگم، گفتم که دیگه من دارم برای بچه ها فعالیت میکنم، لیدا میدونه در مورد پیشگیری از HIV ایدز، بیشتر با مرکز مثلثی ها و اینها مثلا سر و کار داریم، بعد برای همون گفتم حالا اینو من ببینم سوال کنم ببینم اگر بشه که همون تهران چیز بکنم بری بگیری، اگه بدن، چون داشتن که دارن، میدونم دارن مرکز مثلثی برای HIV ایدز میدونم دارن، ولی خب دادنش رو چجوری شرایط دادنش رو نمیدونم. خیلی این دارو گرونه، خیلی نایابه، نمیان به همه بدن، خیلی هزینه سنگینی داره این دارو. حالا بذار من اینو سوال میکنم جمعی چی فرشه، اجازه بده سوال کنه. سوال کنه تو زن آخر میگم. نه ببین آدم، چون که ما اصلا کلن یه گروه چیزش نمیدونم چجوری بگم، کلن یه تیم تشکیل شده که خب جای اصلیش بهزیستی تهرانه، خب بعد چند تا شهر ایران هم، چند تا استان ایران هم که هستن که ما داری فعالیت میکنی، تو هر استان یه گروه هم یه گروه کاری دارن انجام میدن برای بچه های ترنس تو همین مورد پیشگیری از HIV AIDS. حالا اگه مبتلا بشه درمان بعدش رو اینها دارن بچه ها فعالیت میکنن، برای اینه دارم میگم هستش. حالا میگید خیلی گرونه، شد به حتی هستی نگنی خیلی تأثیر گذار فرشته جون، حتی من اجازه بدین ایشون سوال کنن که فعالیتشون بیشتر رزومه بهتری داشته باشه. خیلی خودم مرسی. خب ادامه بده فرشته. من سوالات تمام
هم سفر خب لیدا ملک شروع کن. بذار خواهر رو پا میشستم خوابیده قامه عوض کنم اول. اوکی برشته جون بگو ببینم در حال حاضر ریلی سینگلی چجوری؟ من 8 روزه که دوست بهتر جدید گرفتم. آره 8 روز. دوست بهتر جدید چه؟ یعنی باید صحبت کردی که ریل باشیم یا فعلا دوست اجتماعی باشیم تا با هم آشنا بشیم؟ به چه صورت؟ نه من کش میبینم. من کش میبینم لیدا. من سریع تا تنور داغا نونو میچسبونم. یعنی هم پیشنهاد ریل که داد سریع دیگه اوکی میشیم؟ میگه با هم دیگه هم خونه بشیم ریل بشیم با هم؟ هم خونه که نه. من اصلا پسر شب پیشم ببونه متنفرم از این موضوع. اون شب هم تو لایو خودم بچه ها دیدم من تو این تخت خودم خوابیده بودم، دوست پسرم با یکی اتاق تو تخت خودش. موقع سکسمون تموم شد عزیزم برو بخواب شب بخیر، چون اصلا نمیتونم من توی بغلم تحمل کنم موقع خواب. ولی اینکه خب پسر خوبیه و خوشم میاد از قیافش، بدنش، لاد شدنش، همه چش خوبه. اوکی. بعد چجوری میشه زمانی که با یکی میگیم با رلم، یعنی با بقیه پسرها دیگه چه رابطه ای نداری؟ چرا ندارم؟ خب چون که معمولا وقتی رل میزنی فکر میکنم که بعضی میگن تعهد داره دیگه، وقتی با فر رل میزنی با بقیه نباید باشی، اون آقای غیرتی میشه، حق نداری به جز من با کسی اوکی باشی. میخوام ببینم تو چه جوریه طرز فکرت. خب اون آقای نمیذارم بفهمه، ولی من زیر سرکه همه کار میکنم. آه یواش میانت میکنی؟ آره من 3 تا گوشی دارم. من دیگه سوالی از تو ندارم، تو خیلی خرابی. به خدا رو باور نمی کنم سب کالم به نشون بدم. نگاه کن یه چیز به نشون بدم پرات بریزه تصویرت بسته که من یه گوشیم اینجاه، یه گوشیم دستمه، یه گوشیم هم اینجا قایم میکنم. ببین بیره این همه حالا نمیگه اگه دوست پسر جدید تو لایو باشه ببینه خودتو لو دادی؟ نه من هیچ پسر این استگرام منو ندارم. اگه نمیگه لوکیشن زدی از طریق لوکیشنت اومد؟ این پیجم فرق میکنه. اون پیج اصلی مثلا هیچ کس رو فالو ندارم، این پیجم هیچ که اینو نداره. این پیجم این پیج همینجوریه. برشته یعنی میگه اگه ریلت ندونه چون اون نمیدونه تو باید حتما خیانت کنی؟ یعنی حتما باید اون بدونه؟ خب من کاری ندارم، اونم میتونه خیانت کنه، من مشکلی ندارم. هر کس اختیار جلو عقب خودشو داره. جالب. یعنی باش تهی میکنی همون روز اولی که میگی میخوامه بگی من با بقیه؟ نه من تهی نمی کنم. به نظر من هر کس خیانت کنه دمش کرد، چون تا اگه من بفهمم پسرم یه بار خیانت کرده یه اسکرین شات از خیانت ها میفرستم سرش گیج بره، میگم تو یه بار کردی من اندازه موهای سرت. این برای من یه افتخاره. چه جالب. اوکی در مورد این قضیه من فکر کنم، چون اصلا فکرش هم نمی کردم. چون من اینکه دوباری که اومدیم بریم تو رابطه، خب مثلا دوتا پسر من هستم میگن که اگه با من بودی حق نداری رابطه عاطفی با کسی دیگه داشته باشی، فقط باید همه حواست به من باشه، مثلا هر جا میری به من بگی، از این حرفا. فکر میکردم رابطه و ریلی یعنی این. نه از نظر من الان تایمش نیستش که من بخوام خودم و جوونیم و این همه هزینه خودم میکنم کردم بخوام برای یه نفر فدا کنم. خیلی اشتباهه از نظر من. حالا هر کس این کارو میکنه دمش گرم، ولی من نمیکنم این کارو. منم کم کم دارم به این نتیجه شما میرسم فرشته جون، چون هرچی با این پسر بیشتر صادق باشی، هرچی بیشتر رو راستر باشی، ضرباتی که میخوری هم سنگین تره. چیزی که من تا به الان فهمیدم. نمیدونم آره من حتی یه لحظه حواسم نبود میخواستم با پیج اصلی بیام تو لایو آریان، یه ها دوزاری مفتاد که نکنه مثلا بچه ها بیدار باشن دوستام بیان تو لایو همون پسرها.
به خاطر همین توی پیجم همشون بلاک ندم و چون گوشی هاشون هم اکثرا دستمه، پیج فیک هم میدونم ندارن، چون دیگه یارو انقدرم اسکول و پیگی نیست بخواد پیج فیک داشته باشه یه پسر. و با این پیج ها اومدم با خیال راحت و با خیال جمع که همه جونه صحبت کنم و راحت باشم. بعد فکر میکنی پریتیجون با این تعریفی که من کردم فکر میکنی چه جور پسریه باید بیا تو زندگیت که مثلا دیگه واقعا همه جوری بهش تعهد داشته باشی، نه اینکه بگی چون این ختمو نداره من بهش خیانت کنم، مثلا دیگه باش رو راست باشی. عشق من از اول، یعنی از زمانی که یادم میاد، آدم هورنی و بیبندوباری بودم، یعنی هیچ موقع به یه نفر قانع نبودم و یارو سر تا پامم طلا بگیره یا مثل دوست پسر اسمقم واقعا شبیه گنگستره آمریکایی بود به خدا، باز هم بهش خیانت کردم. دست خودم نیست، مثل منی. آره دست خودم نیست. آره یعنی تو جلوی من یه پسریو که خودم خواستم مثلا برام مثل موش از باشگاهی برام ساختنش، باز هم قانع نمیشم. یه نفر دیگر رو ببینم میگم وای کاش من بخوابم زیر این. ولی من نه واقعا خودم میگم اگه از پسری خوشم بیاد واقعا تا آخر عمرم باش میمونم اگه دوستش داشته باشم، ولی خواهم چه پسری هم پیدا نمیشه، بی خودی نباید عمرم رو هدر بدم چون میدونم نیست. ولی من نظرم اینه، من هورنی نیستم و حشری نیستم، تنها دلیل اینی که داره که با یک مرد نمیتونم بمونم اینه که فکر میکنم مرد ارزش اینو نداره که کنار من اکسیژن بکشه، چون من خودم همیشه فکر میکنم که چون کونم و سخت‌ترین کار دنیا رو میکنم و خیلی خودم رو دوست دارم و فکر میکنم با ارزش‌ترین موجودی که خدا آفریده آریان بوده، به خاطر همین اجازه بهشون نمیدم که کنار من خوشحال باشن، چون میدونم که چه موجودات بدبختی هستن و کنار من چقدر میتونن انرژی بگیرن. یه آدم فان و کمدین مثل من خب اجازه نمیدم هر کسی کنارم بشینه جز دوستای ترنس و کونیام، و به خاطر همین فقط میکنن و پولشون رو میدن و سیکشون رو میزنم. همین. Yes of course, why not. داشتم فکر میکردم به این قضیه، خونه تنها بودم نه آشپزی میگم چیکار میگم، میگفتم اگه خیلی رو راست باشی صداقت داشته باشی قربون صدقه پسر بری بالاخره دلتو یه روزی میسوزونه، اگه بخوای با چند نفر بپری این ور اونور به گوش میرسه که این وضعش خرابه، این خیابونه، این فلانه، و اینکه به نظر شما چیکار باید بکنی؟ به ندای قلب خودت باید گوش کنی یا زندگی کنی یا حرف دیگرون باید برات مهم باشه؟ در مورد این قضیه بکنی بچه همه تو جواب بدیم. آریان جو شما بود. من نفهمیدم چی بود، دوباره بگو سوالتو دوباره بگو. چی گفتید فرشته جون؟ میگم شما تعیین کن که اول تو جواب بده که اینجوری یه موقع همه ستایی نفریم تو حرف هم دیگه. اوکی اوکی. خب سوال منو متوجه شدی فرشته جون؟ آریان جون گفتن تکرار کنی مجدد، من آریان جون یه بار بگو که شروع کنی. من یه لحظه شروع شد یه لحظه پرید از ذهنم میخوام اونم یادت از کامنت ها را میکنم تو سوالم یادت میره چجوری میخوای زندگی کنم. سوالم طولانی شد که گفتم بعد میگی دوباره بگو، یه لحظه حواسم به یک کامنت حالا نفهمیدم چی گفتی، سوال دوباره بپرس. یادم رفت، اینه فرشته هم حواسش نیست. این من حواسم هست، من حواسم هست. لیتا چون برگشت گفتش که نظر تو راجع به این که مثلا فقط با یه نفر کانکشن بزنیم و فقط حواسمون به یه نفر باشه، همه تایممون و همه غممون رو واسه یه نفر بذاریم، نظر تو راجع به این داستان چیه؟ آره آره من یادم اومد. اگه با یکی باشی بهت پشت میکنی. فهمیدم چی میگی. ببین اون کسی که وقتشو برای یه نفر میذاره اون کسیه که هیچ چیزی تو زندگیش نداره، هیچی. منی که ببخشید استقلال مالی دارم، بیزنسمو دارم، کارمو دارم، از 18 سالگی رو پای خودم وایسادم، 3-4 تا خانواده رو دارم نون میدم، I don't have a time. من تایم ندارم برای این احمقا بذارم که تمام وقتمو. من
پدرم مهمه، مادرم مهمه، خواهر و برادرم مهمه، نه اون کسی که میاد کونم میذاره و میره تو کون یکی دیگه میذاره. خانواده مهمترین چیزه تو زندگی. خب بعد من با این همه اصالتم بیام وقتمو بذارم برای یک مردی بیشوری که کونشو نمیشوره، چجوری جرأت میکنی این سوال از من بپرسی؟ تو منی که تو بازار بزرگ شدم، منی که دست هزار نفر دارم میگیرم، منی که تا حالا یک کسی یک هزاری تو کف دستم نداشته، کودک کار بودم، خودم به اینجا رسیدم، من وقتمو بذارم کل انرژیم برای یه نره خر؟ دیگه این سوال از من نپرسی. آره بفهم.